نیروهای دیگر به اصطلاح جمهوری خواه یا مذهبی هستند یا یک پسمند ناچسب ملی رو یدک میکشن مثل توده یا و این گونه مسائل و یا از کمونیست ها در همه رنگش هستند که همگی آنها چه از نوع مذهبی یا مذهبی با ربان ملی و یا با نوع کمونیستیش به تنها چیزی که معتقد نیستند همین جمهوری و دموکراسی و حقوق بشره. درود به شرف احمد. و چقدر غیر منصفانه است که بیاییم از شاهزاده رضا پهلوی این انتظار را داشته باشیم که از عقاید و نوع نظامی که به اون باور داره، اینجا رو من اضافه میکنم، درش به دنیا آمده، درش پرورش پیدا کرده، خوی و منش پادشاهی رو از اون زمانی که پستان به دهن گرفته تا امروز که داره راه میره حس کرده تو وجودشه، اینا رو رها کنه، دست بکشه و نقش ظاهرشاه در افغانستان رو بازی کنه و محترمانه راه رو برای شما دوزاری های بی پدر و مادر خائن باز بکنه. 30 سال من دارم به شاهزاده رضا پهلوی میگم آقا 30 سال با این درب و داغونا رفتی نشستی، 30 سال اینا شامورتی بازی و شالاتان بازی، آقا بفرمایید با این توده یه بشینیم، با این اکثریتی بشینیم، با احمد محمد گرجی بشینیم، با اون قرازه باز داره بشینیم، با این بشینیم، با اون بشینیم، با اون بشینیم، به هیچ جا نرسیدیم. 3 ماه شاهزاده بیا به طرفداران خودت با اینا بپر، به اینا نیرو بده، به اینا انرژی بده، بیا بگو در اون بزرگ، در اون گرد همایی مارچی که تلویزیون آریامه داره صحبتشو میکنه من پشتیبانش هست، یک کلمه اطلاعیه بیانیه سخنی. اگر تمام این 30 سال رو تحت شعا قرار نداد، فکر میکنید در بوداغونه های دوروبر بذارن یا شما به اون درجه از رشادت و قدرت و تصمیم گیری خودتون رسیدید که تمام این تجربه های تلخ 30 ساله رو بخواید یک فرج زمان نیم ساعته یک اطلاعیه بیانیه بدید؟ اینا صمیم قلبم دارم میگم، اصلا هم برام مهم نیست 10 نفر 50 نفر 100 نفر 200 نفر از این دستمال ابریشمی های تو رویای پلاسیده ها میاد وای 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 دیدی به شاهزاده چی گفت؟ ملی دیدی؟ خفه خون خستم ازتون. هر روز که در کشور من دارن دخترا زنشون رو میفروشن، بچه ها رو به دار میکشن، دست میبرن، پا میبرن، ما ها مسئولیم، شاهزاده مسئوله، شما فلسطین ها مسئولید. وای به روزی که این کنترلی هم که دارم خودم رو به زور میکنم دیگه نداشته باشم، همه چیز از هم میپاچه. ادامه میده احمد پناهنده: زیرا شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج و تخت بیش از 2000 پیش از 2000 بیش از 2500 سال پادشاهی در ایران، در حالی که افغانستان تا دوران ناصرالدین شاه یکی از استانهای ایران ما بود. دوما، وقتی شما حتی نمیپذیرید که مردم و دوستدارانشان ایشان را شاهزاده صدا بزنند، چه انتظاری دارید که ایشان در نقش یک پادشاه زمینه را برای سینه زنان آشورایی ملیون و نمازگزاران جانب مدینه النبی و کرملین آماده کنند تا به مراد خودشان، یعنی همون جمهوری اسلامی و یا جمهوری کره شمالی و کوبا برسند؟ شاهزاده گوش میکنی؟ شاهزاده شک ندارم داری گوش میکنی، داری میبینی یا میبینی؟ 30 سال فرجه فرصت برای این گونه نشست ها کافی نبود؟ به جان فرزندانم، به عزیزی فرزندانت سوگند یاد میکن، اشاره بکن که طرفداران واقعیت، نه واقعی شما، طرفداران واقعی پادشاهی که شما نمادش هستید، شما ذره ای از خاک ایران هستید، وجدانن مسئولیت به اون خاک داریم. من عاشق چشم و ابرود نیستم شاهزاده رضا شاه، و
ولی با تمام وجودم حاضرم خونم رو بریزم تو از روش رد بشی بری اون کشور من دوباره به اوج خودش برسه. با تمام این نشستهایی که با این نکبتها در طول 30 سال گذشته داشتی جز وقت تلف کردن چیز دیگری نبود. آزمودی. آزموده را آزمودن خطاست. چند میلیون تو همین 6 میلیونی که تو خارجن دست کم بیش از 70% طرفداران نظام پادشاهی هستن. یه 2 تا اعلامیه بیانیه 2 خط. اگر طرفداران من در ماه مارس 2009 از من دعوت کنند با کمال میل آجبه وقت ببین من اون کار رو میکنم یا نه. اگرم نکنی شاهزاده من تا تش میرم، من اون جمعیت رو اونجا میبرم. چه بهتر با رخصت شما باشه که شکوه و جلال بیشتری داشته باشه تا ما به دنیا نشون بدیم کشورمون پادشاه داره، کشورمون صاحب داره، کشورمون شما رو داره، کشورمون ما رو داره، کشورمون آینده داره و به آینده نسل‌هاش توجه داره. بیا یک بار این سر و صدای این مردخورها رو تموم کنیم. بیایید روح در عذاب پدر و پدر بزرگت رو آرامش بدیم. بیا دستای همدیگه رو بگیریم، پیکر پدر بزرگمون آریامهرمون رو به درون کشورمون ببریم. یک میلیونیم وقتی که با داریوش همایون ها و خونساری ها و آهی ها و پرهام ها و این دسته با اون گروه و این و اون و اون گذاشتی، یک میلیونیمش رو تو این 3 ماه آینده به ما بده، ما ایران رو آزاد میکنیم به دنبال رهبریت و شورای رهبری و اینا هستی. اینا همه اون مردمی هن که تو خونه نشستن دارن اشک میریزن، نه این ما رو افعی هایی که این دور و بر با 60-70-80 سال سن ولکن معامله نیستن و هر کدومشون دنبشون به یک دستگاه اطلاعات خارجی بسته. اگر میپذیرید آقای پناهنده به اسماعیل نوری علا میگه، اگر میپذیرید ایشون چون ظاهر شاه در نقش پادشاه ایفای نقش بکنه، پس آن روزه اولیه که لقب شاهزاده امتیاز و تفاخر آور است چیست؟ چرا میخواستید ایشان را از همه مسئولیت ها و مقامی که تاریخ و قلوب ایران به ایشان بخشیده است عریان کنید؟ چرا انتظار دارید ایشان از همه آنچه که فکر می کند و به آن عقیده دارد را به کنار بگذارد و زیر بیرق شما سینه بزند؟ انصاف هم خوب چیزی است. کدام یک از جمهوری خواهان به اندازه یک جو انصافی که در شاهزاده رضا پهلوی متبلور است در وجودشان می جوشد؟ کدام یک از جمهوری خواهان، حالا من اینجا را اضافه می کنم، البته راست میگه مصدقی و نمیدونم جبهه ملی و همه این دوزاری ها همه جمهوری خواهان، حاضر شدن چون شاهزاده رضا پهلوی این شهامت را داشته باشند و بگویند اگر در یک رفراندوم دموکراتیک مردم به نظام پادشاهی رأی دادند اشتباه نوشته اینجا، بگویند اگر در یک نظام دموکراتیک مردم به نظام جمهوری رأی دادند به 80% خواسته هایشان میرسن. من خیلی سینم ناراحته، نمیدونم قلبم هم درد گرفته. آقا یه چیزی، یه ویدیوی چیزی بریم من دترماین کنم که میخوام ادامه بدم یا میکشم نمیکشم. اصلا دارم از رو صندلی میام از اتاق فرمان